حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامهش چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخوند باشین یا زیر عبای آخوند بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم، تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده‌ای حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم. فقط مهم این است که این گزارش ها جمع آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی. عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون رو، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر
فرصتی پیش اومده اینا با هم استخ بریم. بعد هر محتن شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع میکردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این توی این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی می زدن که من متوجه شدم که این منبعه به تحریک و تشویق به فساد بود که می خواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع می کردن دست می زدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک می کردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در و بست اونجا. بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دماغ خوابیدن. گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه است که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت. حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساتید قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره یه سری اساتید داشتم، مثلا ربی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اس ام اس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم. بعد به همشون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هستش. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچی سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما جو صحبت ها دیگه. ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه.
نمیدونستیم چه داستان چی سن اون فایم اصلا چه خبر نشه دوستی هیچ. خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتن رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد یه سری کار ها انجام شد تورش یه ساعت یه ساعت چنی ما اون داخل بودیم بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی دارت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن سالا بزر این حرف رو نری این کار نری به کسی به جابن خودمون بوده و انجور صحبت ها بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم و انجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خوردم مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتن هم کنم شهر لوشان دین قزوینو داشت بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برا بعد من نمگاه قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم خلاصا من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون تا 5 سال دارم میگذره از شکایت ما بایدش اثری نداشته هیچ فایده هم نداشته هم معلوم نیست چه خبر شده. سومین شاکی سومین قربانی خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت. ماریا رو این برون بر میبردن دیگه سفر رو این برون بر میبردن ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا بود با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست خدا مونده بودن کار میکنن مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر بعد من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و اصلا جالبی نبود بعد کم کم همجوری ما بعد ماساژ میکشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره واقعا هم مونده بودم دیگه ولی خب زیاد حالا چیز نشد فکر نمیکردم چی بگم مونده. چهارمین شاکی چهارمین قربانی ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پلایشی داشت به نام آرش جمیل ایشون شغل آرشگری مشغول بود من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایشون رفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا اگر شما دوست داری علاقه داری بیاد با هم یه استخری بریم من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم تا حالا اون استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا برای خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر من با ایشون قرارش گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنن و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی ما داشتیم میرفتیم و
یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتم خب چیکار کنیم آقای توسی، من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تو فقط صاحبش بود و ایشون از فراز همه یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب بای چوستی شما میخوایی برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا توی یکی میدیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلان چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا چیستی. و ایشون بودم آقا چیستی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی این آقا داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یعنی ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل یک آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چیکار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون رو که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود رو در بیارم، ولی ایشون شروع کرد منو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن. خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده، آشنا داشته کهشون با این نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین اقراریه، دومین توبه نامه به قول خودش، یک سال بعد از اولی در سال 91 یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط و امضای خودشون. متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در تمام صدق و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم
توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه اون 9 حلقه سیدی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود. خب ببینین این تو به نامه که خونده شد، اقراریه که خونده شد، یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی ها، به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تونتون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینین، اون 25 صفحه عرض کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که اومد شورا گفتم آقا یه وقت انسان گرفتار میشه هوای نفسه، ولی من توبه کردم قسم ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تاوت هستم به هر شکلی که از دستم. بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه. شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم به امید خدا یکم به دیدار آقا بخونه توی جلسه ها بخونه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله، نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سرین تموم شده رسته دیگه، شما فکرش هم نکن مجموعی شورا قرآن خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه فکر بشه. من فکر میکنم یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره. سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشاورون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است
و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران 1057 جزایی سابق تاریخ تنظیم 21/2/94 شماره دادنامه و شماره پرونده که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرا سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایسته تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم هم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکشو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً می‌بینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن. آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین. نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا. من آقا هم میدونم، خود آقا هم ازت آقا هم کاملا در جریان هست و فرموده که آقا گرم کنیدیم، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره، ولی الان خود آقا هم در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز هستش، ایشون حرفش حجت برای ما. بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان این ایشون توی قضیه داره پیش میخوره، یعنی متعمله من نمیم چی میشد داستان. بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟ این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه آدم به تته پته میفته. این ایشونن، سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم، اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین
غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه و معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر، همین سید علی مقدم پسر خاله سید علی خامنه ای است. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای پسر خالش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش، درست گفتم؟ پس بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه‌های عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشن‌تر از این؟ از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا. این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقای که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قادجانی، پرونده رو اجرا دادن اونجا ظرف 1 روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافقت وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد. بله، یعنی مختومه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه هایی که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن، این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سنامه رو بتونیم نشون بدیم، اون همین چیزی که در 1 روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود
بنا به نظر کی؟ بنا به نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 ساله داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشته آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری نگرد دینین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ آخه تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمیداره مینویسه آقا جون عدل کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، میخواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم رو گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه، دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، بر میگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کار انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته می شود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیان منش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17/2/92 پرونده کلاس فلان که مجددا از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و معید وقوع جرم نمی باشد، این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن. چی میخواین شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان 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 قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونی نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام، احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گنجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی احوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودند که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم
نظر احورکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت‌های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احورکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ اینکه بله این همه توضیح ها رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم رو امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر رو میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالا نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیز رو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون، قبل از صحبت‌های ایجی اون تیکه صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا. جامعه قرآنی حیثیت حضرت آقا فرض میگن آقا ببینید آقایی که اونجا بوده به صاحب اینجوری از اگر کار به استخون برسه آقا ممکنه به صاحب حضرت بکنن، اما ما چرا به ازدوس بذاریم به اون نقطه برسه؟ چرا؟ ما اگر به صاحب از آقای توسی چیزی برای اون اثبات شد، باید که در حد اون چیزی که اثبات میشه باید باید برخورد تربیتی بکنیم، برخورد قضایی به یکیت جامعه قرآنی رو میبره. اگر به صاحب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم، به صاحب قطعا ایشون میبردن، ایشون اگر یک آقای توسی نره اونجا بکنه میبردن کجا؟ خب میگه کجایه؟ اگه یه من عیاد توسی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهی است که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید توسی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه یه سعید توسیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، وسط آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه با آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی.
خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز به این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.